به نظر من خب میدید اسناد و قدنامه زیادی ارائه شده بود به کنگره که ما وقت نکردیم همش رو تصدیق کنیم، ولی اگه به مضمون اونها رو رجوع کنید که حتما دیدید تو اسناد خوندید، نشون میدید یک خط و یک سیاست و یک جهتگیری بر همه اونها حاکمه که جدید نیست به یک معنا، به خاطر اینکه تمام راهی که ما امروز اومدیم بر اساس همون خط بوده، ولی به یک عنوان جدیده به خاطر اینکه شرایط بیرون از ما خیلی تغییر کرده و به همراه اون موقعیت حزب در برمتن این شرایط تغییر کرده. شاید نه بیشتر قدنامه بلکه بیشتر گزارش ها نشون داد که موقعیت حزب با توجه به شرایط پرتحول امروز کاملا متفاوته از حتی مثلا نه تنها کنگره قبل، بلکه از 3 ماه پیش، از 4 ماه پیش، از پلنوم قبل کاملا متفاوته. و این شرایط متفاوت تأکید مجددی میذاره بر اون حفظ و ادامه و تعمیق و گسترش سیاست ها و جهتگیری هایی که تا امروز حاصلش این بوده و حاصل شد در گزارش ها دیدیم. به نظر من این از یک نقطه نظر این کنگره نقطه عطفی بود برای اینکه نشون بده که حزب کنونیست کارگری بر اساس خط و سیاست و جهتگیری هایی که تا اینجا اومده و هر روز بیشتر معلوم میشه این خط و جهتگیری منحصر به فرد حزبه و نه حتی نزدیکترین نیروی چپی که بیرون از ما وجود داره، منحصر به فرد و متعلق به خود حزبه. هر روز بیشتر معلوم میشه که ما باید با تاکید بیشتری و با انسجام بیشتری و با وحدت بیشتری و با تلاش بیشتری این خط رو ادامه بدیم. این شرایطی که به قول معروف کارهای هرکولی از ما میطلبه و این کارهای هرکولی بر مبنای اون سیاست جهتگیری که پرچمش در دست حزب بوده و امروز بیش از هر زمان دیگه باید بر اون تأکید کرد و اون رو به پیش برد. من فکر میکنم که حزب ما میتونه هر نوع اختلاف نظری توش باشه، بحثی توش باشه، ولی کل حزب به عنوان یک پدیده واحد منسجم میتونه این بار رو به مقصد برسونه و ما میتونیم پیروز بشیم. در این من تردیدی ندارم و به شخصه تمام تلاش و توانم رو به کار میبرم برای اینکه این راه رو تا به آخر بریم و به هیچ چیزی کمتر از پیروزی سوسیالیسم در ایران رضایت نخواهیم داد. خیلی ممنون.